سرخط خبرها. کشته شدن 670 مزدور و نظامی اوکراینی و سرنگونی یک جنگنده سوخو 24. حملات مرگبار موشکی امروز ارتش روسیه. ترکیه هسته‌ای شد. و رئیس FBI: چین 50 برابر بیشتر از FBI هکر دارد. سلام و درود خدمت همه شما همراهان گرامی، به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید. کشته شدن 670 مزدور و نظامی اوکراینی و سرنگونی یک جنگنده سوخو 24. سخنگوی وزارت دفاع روسیه جدیدترین آمار عملیات نظامی این کشور در اوکراین را در روز 27 آوریل اعلام کرد. بر اساس گزارش ایگور کوناشنکوف، نیروی هوافضای روسیه طی 24 ساعت گذشته یک فروند جنگنده سوخو 24 اوکراینی را سرنگون کرد. همچنین سامانه‌های پدافند هوایی روسیه 4 موشک هیمارس را رهگیری و 21 پهپاد اوکراینی را در مناطق خارکیف و خرسون و جمهوری‌های لوهانسک و دونسک سرنگون کردند. کوناشنکوف همچنین از کشته شدن 400 مزدور خارجی و نظامی اوکراینی در محور دونسک، 180 نظامی اوکراینی در محور کوبیانسک و کراسنی لیمان و 60 نظامی اوکراینی در محورهای دونسک جنوبی و زاپروژیا و 30 نظامی اوکراینی هم در محور خرسون خبر داد. این مقام ارشد روس همچنین افزود 4 منطقه دیگر در غرب، شمال غرب و جنوب غرب آرتیموفسک تحت کنترل نیروهای روسیه قرار گرفت. حملات مرگبار موشکی امروز ارتش روسیه. ارتش روسیه امروز در بیانیه‌ای از شلیک موشک‌های نقطه زن و دوربرد خود به اهدافی در خاک اوکراین و اصابت دقیق به انبار تسلیحات و نیروهای ذخیره ارتش اوکراین توسط ناوگان دریایی ارتش روسیه خبر داد. خبرگزاری اسپوتنیک گزارش داد که وزارت دفاع روسیه با انتشار بیانیه‌ای امروز با تایید این حملات اعلام کرد شامگاه پنجشنبه نیروی دریایی ارتش با تسلیحات دوربرد و نقطه زن انبار تسلیحات و نیروهای ذخیره ارتش اوکراین را هدف قرار داد. در این بیانیه آمده است که حملات موشکی دقیق به همه اهداف تعیین شده اصابت کرده و با زمینگیر کردن پیاده نظام نیروی دریایی اوکراین از پیشروی آنان به نقاط تماس و درگیری ممانعت کرده است. بر پایه این گزارش، واحد توپخانه یگان موشکی و هوا نیروز ارتش روسیه امروز 78 بار به مواضع و تجمع دشمن در 109 نقطه شلیک کرده است. همچنین اسپوتنیک گزارش داد که ارتش روسیه امروز 2 مرکز راداری ارتش اوکراین را در منطقه کامیشیفاخا در مناطق استقلال یافته دونسک منهدم کرد. در این بیانیه آمده است که یگان پدافند هوایی ارتش روسیه امروز در مناطق جمهوری خلق دونسک علاوه بر رهگیری و دفع 4 موشک هیمارس اهدایی آمریکا به ارتش اوکراین بر فراز مناطقی از دونسک، 21 پهپاد رزمی و شناسایی مزدوران اوکراینی را در توابع این جمهوری سرنگون کرد. ترکیه هسته‌ای شد. رجب طیب اردوغان اعلام کرد که کشورش با تأخیر 60 ساله به جمع کشورهای دارای انرژی هسته‌ای در جهان صعود کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز از طریق ویدیو کنفرانس در این مراسم تحویل نخستین محموله سوخت هسته‌ای به نیروگاه آکویوی ترکیه شرکت کرد. این نیروگاه را شرکت روس اتم روسیه برای ترکیه ساخته است. اردوغان در سخنانش به مناسبت این روز مهم برای ترکیه افزود با تحویل سوخت‌های هسته‌ای از راه‌های هوایی و دریایی به نیروگاه هسته‌ای آکویو، ترکیه یک تأسیسات هسته‌ای را به دست آورده است. پوتین در سخنرانی در این مراسم گفت سیستم هسته‌ای آکویو یکی از مدرن‌ترین و قابل اعتمادترین سیستم‌های امنیتی در جهان است. قرار است روند فعالیت اولین فاز نیروگاه هسته‌ای آکویو در سال جاری میلادی آغاز شود و فازهای بعدی آن نیز با فاصله‌های زمانی یک ساله به بهره برداری خواهد رسید. کار احداث نیروگاه آکویو در منطقه مرسین ترکیه به عنوان نخستین پروژه ساخت و راه اندازی راکتور نیروگاه هسته‌ای این کشور آوریل 2018 با شرکت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از طریق ویدیو کنفرانس آغاز شد. این پروژه که حدود 20 میلیارد دلار هزینه دارد، بزرگترین سرمایه‌گذاری در ترکیه در یک مرحله خواهد بود و 10% نیاز برق کشور را تامین خواهد کرد. این نیروگاه زمینه ایجاد اشتغال برای 10,000 نفر را فراهم خواهد کرد. سهام شرکت‌های ترکیه در این پروژه 35-40% خواهد بود و بین 6-8 میلیارد دلار ارزش افزوده برای آنها به همراه خواهد داشت. نیروگاه هسته‌ای آکویو از سوی شرکت دولتی روس اتم روسیه تأسیس می‌شود. این نیروگاه 4 واحد تولید برق خواهد داشت که ظرفیت هر یک از آنها 1200 مگاوات تعیین شده است. زمانی که نیروگاه مذکور با 4 راکتور هسته‌ای و ظرفیت تولید 4800 مگاوات برق به بهره برداری برسد، می‌تواند
می‌تواند 35 میلیارد کیلووات ساعت انرژی مورد نیاز استانبول را به تنهایی تامین کند. در مرحله عملیاتی نیز برای 3500 نفر فرصت اشتغال ایجاد می‌شود. تاکنون 248 نفر برای اشتغال در نیروگاه‌های هسته‌ای آکایو در حال تحصیل در دانشگاه تحقیقات هسته‌ای روسیه هستند که 35 نفر از آنها فارغ التحصیل شدند. قرارداد احداث این نیروگاه سال 2010 میلادی بین ترکیه و روسیه منعقد شده بود. رئیس FBI: چین 50 برابر بیشتر از FBI هکر دارد. کریستوفر رای مدیر FBI گفت مقیاس تهدید سایبری چین بی‌نظیر است. برنامه هک آنها از مجموع همه کشورهای بزرگ بیشتر است. هکرهای چینی اطلاعات شخصی و شرکتی ما را بیشتر از مجموع همه کشورهای دیگر به سرقت بردند. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اونو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.